سلام، به خبر شش خوش آمدید. امروز پنجشنبه دوم ماه جدید سال 1395 هجری خورشیدی است. نخست سرخط چند خبر. جان باختن 8 تن در حمله گروهی بر خانه معلم میرولی نماینده مردم هلمند در مجلس نمایندگان. حمله جان ناجوان مردانه و حمله وحشیانه که خود نماینگر عزیز که نه دشمن مردم هستند، دشمن انسانیت هستند. گفته های اعضای مجلس نمایندگان درباره پذیرفته شدن فیصله سلب صلاحیت 7 وزیر از سوی دادگاه عالی. انتقادها از بی‌پروایی نهادهای دولتی در دادن اطلاعات بر رسانه ها. به صورت عملی هر روز از روز گذشته بیشتر میشه مشکل دسترسی به اطلاعات. متوقف شدن انتقالات دلاری شماره از بانک‌های کشور در سطح جهان. و احتمال پایان روند بیرون شدن غیر نظامیان از شهر حلب سوریه. شوه خبرها. حمله گروهی مهاجمان بر خانه معلم میرولی نماینده مردم هلمند در مجلس نمایندگان پس از نزدیک به 11 ساعت و با از پا درآمدن 3 مهاجم انتحاری پایان یافت. در این حمله 8 تن جان باختند و 6 تن دیگر به شمول آقای میرولی و اویس صمیمی فرمانده پیشین پلیس اروزگان زخم برداشتند. کریم امینی در این گزارش چگونگی ورود مهاجمان را به خانه این عضو مجلس و نیز ویرانی های برجامانده از این حمله را به تصویر کشیده. دیروز شام 3 مرد مسلح در لباس شخصی با رسیدن به اینجا نخستین کاری که انجام میتن است که 2 تن از نگهبانان آقای میرولی را در اینجا از پا در میارن، بعد وارد خانه ای عضو مجلس نمایندگان میشن. بخشی از مهاجمان میرن او طرف سراغ خانواده آقای میرولی و در اونجا 2 نواسه آقای میرولی را به گلوله میبندن. بعد بخش دیگرشان یا 2 تن از مهاجمان وارد مهمانخانه آقای میرولی میشن که در اینجا ایوز مجلس با مهمانایش سرگرم دیدار و گفتگو بوده. چند تن دیگر به شمول پسر آقای عبیدالله بارکزای در اینجا هم به گلوله میبندن. بعد وارد طبقه دوم ساختمان میشن و به نبردشان با نیروهای امنیتی که در اون زمان به محل رسیده بودن در طبقه دوم و سوم ساختمان ادامه میدن. هیچ چیز اینجا سر جاش نیست، همه چیز به هم ریخته است، همه چیز شکسته است و حتی گفته میشه که در این اتاق خانم آقای میرولی را زخمی ساختن مهاجمان مسلح. بعد پس از درگیری در این طبقه وارد طبقه سوم این ساختمان شدن. اینجا با نیروهای امنیتی بسیار زیاد درگیری صورت گرفته و در فرجامین ساعت نبرد مهاجمان در پشت بام این ساختمان در اینجا از سوی نیروهای امنیتی از پا در آورده شدن و با کشتن مهاجمان در اینجا این رویداد هم پس از 15 یا 16 ساعت درگیری های پراگنده به پایان رسیده است. بسیار وضعیت وحشتناک و نظامی شد که داخل خانه رفتن. تقریبا تا 3-4 بجه روز شب همونطور جنگ جریان داشت. حمله جان ناجوان مردانه و حمله وحشیانه که خود نماینگر عزیز که نه دشمن مردم هستند، دشمن انسانیت هستند. کشته شده های رویداد شامل 2 نواسه آقای میرولی است، برادرزادش است، پسر عبیدالله بارکزای عضو مجلس است و 2 تن از نگهبانان آقای میرولی است و چند تن هم از مهمانان عضو مجلس نمایندگان. زخمیان این رویداد هم مشمول آقای میرولی عضو مجلس که خودش سطحی زخم برداشته و فرمانده پیشین اروزگان و خانم آقای میرولی چندین تن دیگر در این رویداد زخم برداشتند که فعلا در بیمارستان ها زیر درمان هستند.
در میان کشته شدگان رویداد دیشب دو نواده خردسال معلم میرولی و یک پسر عبیدالله بارکزی نیز هستند. عبیدالله بارکزی عضو مجلس نمایندگان این رویداد را به هراس افغانان پیوند می‌دهد که از سوی حلقه های در پاکستان دستور می‌گیرند. از سوی هم خانواده معلم میرولی کشته شدن دو کودک این خانواده را در این حمله یک جنایت بزرگ می‌داند. شریف امیری گزارش می‌دهد. حمله ای که در اینجا انجام شد قربانی گرفت و هیچ کسی در امان نماند، حتی کودکان این خانواده. مصطفی و احمد ضیا دو نواده معلم میرولی که تازه در مسیر زندگی گام نهاده بودند در این رویداد جان باختند. هدف مهاجمان درست مهمانخانه بوده که در اوج نشست برگزار شده بود، اما یک مرد انتحار کننده خودش را میرسانه به جایی که خانواده آقای میرولی در اینجا جابجا بوده، که در نخست مصطفی 12 ساله را مرد انتحاری در اینجا از بین میبرند و برادر بزرگترش که احمد ضیا نام داره و او 12 سال داره، او رفته بود به تاکوی این منزل و مادرش او را زیر کمپل پنهان کرده بود، اما مرد انتحار کننده او را هم از بین میبره و مادر مصطفی و احمد ضیا را هم زخمی میسازه. پدرش حکمت الله حقمل، فرمانده پیشین پلیس ولسوالی گرشک هلمند، نیز دو سال پیش در یک حمله انتحاری کشته شد. مصطفی و احمد ضیا هلته پراته و شهیدان، مور یې زنګونه وله په دال کې ماته چې مصطفی و د احمد ضیا زخمیان دي. حفیظ الله بارکزی که تازه از 26 سالگیش با یک لبخند پذیرایی کرده بود و یک هفته پیش نامزد شده بود، نیز در میان کشته شدگان این رویداد است. او که در بخش حقوق و علوم سیاسی لسانس و در بخش خبرنگاری ماستری داشت، همه آرزوهایش را به زیر خاک برد. دا کار د تروریستان د خاص سوې دي، نو البته دا د حضرت پاکستان تحفه ده، نو دا خو اول وار نه دی او نه اخر وار دی. برادرش میگوید که حفیظ الله حافظ قرآن نیز بود. دی د خپل ولس امنیت وساتي، موږ په دې افتخار کو دا نه چې یوازې د وکیل زوی یا د وزیر زوی، دا پر موږ ټولو باندې د وطن خدمت کول، د وطن دفاع کول فرض ده. در این رویداد دو نگهبان و دو مهمان آقای میرولی نماینده هلمند در مجلس نمایندگان نیز جان باختند و شش عضو دیگر خانواده آقای میرولی زخمی شدند. اعضای مجلس نمایندگان میگویند که دادگاه عالی تصمیم این مجلس را درباره سلب صلاحیت وزیران پذیرفته است. اعضای مجلس نمایندگان میافزایند که دادگاه نمیتواند ماده‌های قانون اساسی را برخلاف قانون اساسی تفسیر نماید. واکنون ریاست جمهوری هرچه زودتر باید نامزد وزیران تازه‌ای را برای گرفتن رأی اعتماد به این مجلس معرفی کند. دادگاه عالی در این باره چیز نگفته. انیسه شهید گزارش میدهد. پس از آنکه مجلس نمایندگان هفت وزیر کابینه را به علت مصرف نکردن 70% بودجه توسعه‌شان سلب صلاحیت کرد، حکومت این تصمیم مجلس نمایندگان را نپذیرفت و ماده 92 قانون اساسی را که درباره سلب صلاحیت وزیران است برای تفسیر به دادگاه عالی فرستاد. اکنون شماری از نمایندگان مجلس میگویند که دادگاه عالی این تصمیم آنان را تایید کرده است. ما به شکل رسمی چیزی به دست نآوردیم، ولی از قرائن و شنیده هایی که غیر رسمی شنیدیم گفته میشه که ستره محکمه به تصامیم قانونی ولسی جرگه احترام گذاشته و نخواسته که یک باب جنجال تازه را که در مغایرت با قانون هست با ولسی جرگه آغاز کنه. موږ خواست محکمه رئیس جمهور را و رئیس اجرایی نه داو او اوسم داده چې دوی باید قانون ته غاړه کیدی او د قانون څخه درناوی وکړي او هغه وزیران چې سلب اعتماد شوي دي د هغوی په ځای باندې نوي وزیران معرفي کړي، تر څو پورې له رسوتیانو نه مخکې موږ هغوی ته رای اعتماد ورکړو. این نمایندگان که ادامه کار هفت وزیر سلب صلاحیت شده را غیر قانونی می دانند، از رئیس جمهور می خواهند که خلاف قوانین برخورد نکند و به ادامه کار این وزیران باید پایان بدهد. فکر میکنم اساساً ارجای این مسئله به ستر محکمه خلاف قانون اساسی و خلاف رویه پارلمانی است. قانون اساسی به صراحت استظهار از صلاحیت های خاص ولسی جرگه میدانه بر اساس ماده 91 و 92 و ولسی جرگه هم بر اساس برداشت خودشان، بر اساس درک خودشان از شرایط میتونه اقدام بکنه به استظهار. مجلس نمایندگان در حدود 1.5 ماه پیش صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه، محمود بلیغ وزیر فواید عامه، نسرین اوریاخیل وزیر کار و امور اجتماعی، فریده مومند
وزیر تحصیلات عالی، اسدالله حنیف بلخی، وزیر معارف، محمدالله بتاش، وزیر ترانسپورت و هوانوردی و عبدالرزاق وحیدی، وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی را استیضاح و سلب صلاحیت کرد. نهادهای پشتیبان رسانه‌های آزاد کشور از بی‌پروایی نهادهای دولتی در دادن اطلاعات بر رسانه‌ها انتقاد می‌کنند. این نهادها از حکومت می‌خواهند تا به وعده‌اش در بخش آزادی بیان و دادن اطلاعات بر رسانه‌ها در زمان معین پابند باشد. در همین حال حکومت می‌گوید که نظر به فرمان رئیس جمهور و قانون حق دسترسی به اطلاعات، تمامی نهادهای دولتی به دادن اطلاعات بر رسانه‌ها مکلف هستند. طارق مجیدی گزارش می‌دهد. رئیس جمهور غنی بارها در نشست‌های گوناگون از نهادهای دولتی خواسته است تا اطلاعات لازم را بر رسانه‌ها بدهند. ما به صورت واضح بفهمیم که معلومات انحصار افراد نیست. اما دیده می‌شود که با گذشت بیش از 2 سال از توشیح قانون حق دسترسی به اطلاعات از سوی رئیس جمهور، شماری از نهادهای دولتی هنوز هم در عملی ساختن این قانون بی‌پروایی نشان می‌دهند. به صورت عملی هر روز از روز گذشته بیشتر میشه مشکل دسترسی به اطلاعات. ما شکایتهایی را از رادیوهای محلی تقریبا از سراسر افغانستان داریم. خبرنگاران رسانه‌های شنیداری با مشکلات بیشتر روبرو هستند. گزارش‌های پژوهشی نیاز بیشتری به اطلاعات دارند، اما خبرنگاران بیشتر به پاسخ‌های منفی نهادهای دولتی روبرو می‌شوند. با مراجعه به ادارات مختلف این معلومات و اطلاعات در اختیار ما گذاشته نمی‌شه. چندین بار اول یک نهاد زنگ می‌زنیم، در قدم اول به تلفن ما جواب نمی‌ده. بعد از اون که اونجا به تلفن ما پاسخ میده و تو یک معلومات دقیق در دسترس ما قرار نمیدن. کاخ ریاست جمهوری تاکید می‌ورزد که افزایش نشست‌های روزانه نهادهای دولتی در مرکز رسانه‌های حکومت از بهر حل همین معضل است. چند نکته قابل یادآوری است. یک، شمار از رسانه‌ها معلومات را از ادارات می‌خواهد که اصلاً مربوط به اداره نمی‌باشد. دو، برخی رسانه‌ها معلوماتی را که میخواهد نیاز به فرصت و زمان دارد تا اداره مربوطه این معلومات تهیه و تنظیم کنه. و نکته سوم، معلوماتی که مربوط به نهادهای عدلی و قضایی و یا امنیتی میباشد، تا زمانی که پروسه تکمیل نشوه اداره محترم نمیتونه این معلومات با رسانه ها شریک کنه. اما خبرنگاران در کار ثبت شکایت‌هایشان در این باره به کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات بی‌پروایی نشان می‌دهند. گرچه ما شکایت های زیاد را از طرف رسانه ها و مردم در قسمت دسترسی به اطلاعات می شنویم، اما تا حال به شکلی که قانون در نظر گرفته شکایت ها به ما مؤثرت نورزیده. احترام به آزادی بیان و حق دسترسی مردم به اطلاعات یکی از تعهدهای همیشگی مقام های حکومتی است، اما نهادهای پشتیبان رسانه های آزاد به این باور هستند که رسانه های محلی در بخش دسترسی به اطلاعات با بیشترین مشکلات روبرو هستند و این مشکل در پایتخت نیز شکایت های زیادی را به دنبال داشته است. سید طارق مجیدی، تولو نیوز. دفتر محمد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور میگوید که زرداد فریادی با ورودش از بریتانیا به کابل زندانی نشده بود و در رهایی او نیز تضمین در کار نبوده. دفتر آقای دانش در یک خبرنامه تاکید می‌ورزد که هیچ دلیل قانونی و حقوقی برای زیر نظارت گرفتن و زندانی ساختن زرداد فریادی با برگشتش به افغانستان وجود نداشته. در همین حال شماره از حقوقدانان و فعالان سیاسی از این گفته‌ها و ادامه فرهنگ معافیت از مجازات سخت انتقاد می‌کنند. ولی یاریان گزارش می‌دهد. زرداد فریادی چهره جنجالی در این روزها. پیشتر گفته شده بود که این فرمانده پیشین حزب اسلامی با ورودش به کابل زندانی شده بود، اما اکنون دفتر معاون دوم ریاست جمهوری با رد این میگوید که زرداد فریادی بعد از رسیدنش به کابل اصلا در توقیف قرار نگرفته بود و نزندانی شده بود. هیچ نامه‌ای از دفتر معاون دوم رئیس جمهور برای رهایی او به کدام نهاد یا شخص فرستاده نشده و کدام ضمانت هم در کار نبود. با در نظر داشت ماده 19, 20 و 158 قانون جزای افغانستان و با در نظر داشت ادعاهای جرایم متعددی که علیه آقای
فریادی وجود داره. دولت افغانستان میتونه یک بار آقای فریادی را به میز به اصطلاح تحقیق بکشانه. با وجود محکمه و مجازات زرداد فریادی در بریتانیا، موضوع حق العبد بر وی محفوظ است و قربانیان می توانند اقامه دعوا بکنند. خبرهای جهان تا چند لحظه دیگر. ادامه خبرها. انتظار می رود که روند بیرون رفتن غیر نظامیان و جنگجویان مخالف حکومت سوریه از شرق حلب پنج شنبه پایان بیابد. از روز چهار شنبه تا کنون هزاران تن از این شهر به بخش‌های زیر اداره جنگجویان در شهر ادلب رفتند. در همین حال مقام‌های حکومتی روسیه به سفیر این کشور که در ترکیه کشته شد ادای احترام کردند. کشته شدن سفیر روسیه در ترکیه با بحران سوریه پیوند داده شده. روند بیرون شدن غیر نظامیان و جنگجویان مخالف حکومت سوریه از شرق شهر حلب که برای بیش از یک روز به تعویق افتاده بود، روز چهارشنبه از سر گرفته شد. انتظار می رود که این روند تا پنجشنبه شب به پایان برسد. کمیته جهانی صلیب سرخ تخمین می زند که از 15 تا 20 ماه دسامبر بیش از 25 هزار تن از شرق حلب بیرون رفتند. گروه های مخالف حکومت سوریه هفته گذشته با دولت این کشور و ایران و روسیه درباره بیرون رفتن غیر نظامیان و جنگجویان از شرق حلب و واگذاری این شهر به نیروهای دولتی به توافق رسیدند. در همین حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و سرگی لاوروف وزیر خارجه این کشور در برابر تابوت اندری کارلوف سفیر روسیه که در ترکیه کشته شد ادای احترام کردند. حکومت ترکیه جنبش فتح الله گولن مبلغ ترک را که در ایالات متحده در تبعید به سر میبرد مسئول این قتل میداند، اما آقای گولن این اتهام را نمیپذیرد. خطرناکترین احتمالی که به ذهن من میرسد این است که آنان کسان دیگر را نیز خواهند کشت و تلاش خواهند کرد که جنبش خدمت را متهم بسازند. اندری کارلوف سفیر روسیه در ترکیه روز دوشنبه از سوی یک مرد 22 ساله که پیشینه خدمت در پلیس ضد شورش ترکیه را داشت به قتل رسید. ظاهرا این رویداد نتوانسته است روابط انقره و مسکو را تیره بسازد. و این همچنان گزارش کوتاه دیگر از جهان. 14 سرباز ترک در درگیری با جنگجویان گروه داعش در شهر الباب سوریه کشته شدند. ارتش ترکیه که از ماه آگوست سال روان میلادی برای بیرون کردن جنگجویان داعش از شهر الباب سوریه به نیروهای ملی کمک می کند، نخستین باری است که با چنین تلفات سنگین جانی روبرو می شود. در انفجار 3 موتر پر از مواد انفجاری در یک بازار پر رفت آمد در شهر موسل 25 تن کشته شدند و شماری هم زخم برداشتند. ارتش عراق میگوید که جنگجویان گروه داعش تلاش میکنند که با حمله های انتحاری مانی پیشروی های آنان به سوی شهر موسل شوند. سازمان ملل متحد برای بررسی جرایم جنگی در سوریه کمیته ویژه ای ساخته است. سازمان ملل متحد از همه طرف های درگیر جنگ سوریه می خواهد که با این کمیته همکاری کنند تا ناقضین حقوق بشر و کسانی که در سوریه جرایم جنگی مرتکب شده اند شناسایی گردند. با پیدامی خبرهای کشور و جهان، رویدادهای اقتصادی لحظات بعد. ادامه خبرها. انتقالات دلاری شمار از بانک‌های کشور در سطح جهان متوقف شده. اتحادیه بانک‌های افغانستان می‌گوید که این موضوع را با بانک مرکزی کشور مطرح کرده، اما برای حل این مشکل نیاز به پادرمیانی رهبران حکومت است. از سوی دیگر رئیس پیشین اتحادیه بانک‌های کشور علت وضع تحریم‌ها را سوی بانک‌های آمریکا عملی نشدن تعهدات حکومت افغانستان در کار مبارزه با پولشویی و اصلاحات مالی میگوید. حیدر شاه امید گزارش میدهد. بانک کشاورزی چین، اکسس بانک شانگهای، کامرس بانک آلمان، بانک بی ام سی ای اسپانیا و چندین بانک ترکی بانک هایند که برای انتقالات پولی بانک های کشور در سطح جهان زمینه سازی میکنند.
اما بایلت آنچه که معاملات مشکوک پولشویی و پولهای مشکوک برای تمویل هراس افغانان گفته شده است، بانکهای امریکایی انتقالات دلاری افغانستان را از طریق این بانکها متوقف ساخته است. مونږ دا موضوع له مرکزی بانک سره شریکه کړې ده، له رئیس عمومي سره دا موضوع مونږ تیر هفته مونږ ناسته درلودله او د مونږ ازایت رهبری مونږ هلته وو. مونږ دا موضوع هغوی ته وویلې چې دا هغوی هم وعده راکړه چې دا موضوع به له لوړو مقاماتو سره شریکوي. رئیس پیشین اتحادیه بانکهای کشور میگوید که حکومت هرچند قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کرده است، اما در عملی ساختن آن چندان موفق نبوده است. بالای متشبثین خصوصی ما که اینا اجناس از خارج از افغانستان خریداری میکنه، که فراموش نکنیم هم اکنون هم 95% اجناس ما از خارج از کشور میآید و مخصوصا بالای اجناس و کالاهایی که روزمره از او استفاده میکنیم بالای نرخ‌های از او اثرگذار میباشه. قرار است تا 31 دسامبر انتقالات دلاری تمامی بانک‌های داخلی کشور بسته شوند و مسئولان اتحادیه بانک‌های کشور ادامه این وضع را فوق‌العاده زیانبار می‌دانند و میگویند که آنان برای حل این مشکل و بانک مرکزی مراجعه کردند تا مقام‌های بانک مرکزی پای رهبران حکومت را برای حل این مشکل به میان بکشند. اما مسئولان بانک مرکزی از هر گونه ابراز نظر در این مورد خودداری می‌کنند. و این هم نرخ شماره از ارزها در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار امریکایی 66 افغانی و 80 پول، یک یورو 69 افغانی و 90 پول، یک درهم امارات 18 افغانی و 20 پول، 1000 روپیه هندی 1030 افغانی، 1000 تومان ایرانی 16 افغانی و 80 پول و 1000 روپیه پاکستانی 621 افغانی. مرور بر تازه های ورزش بعدتر. شهزاد محمدی میلی پوش برتر کرکت کشور لقب بهترین بازیکن کشورهای درجه دوم کرکت را از سوی شورای بین المللی کرکت به دست آورد. این میلی پوش آغازگر کرکت کشور که در این اواخر با تیم ملی کرکت کشور توانسته و جام های متعدد دست پیدا کند و نیز در بازی های لیگ برتر کرکت بنگلادش با درخششی که داشت توانست لقب بهترین بازیکن کرکت کشورهای درجه دوم شورای بین المللی کرکت را به دست آورد. این ملی پوش کرکت کشور تا این دم برای تیم ملی کرکت کشور 51 بازی 20 آوره انجام داده است که توانسته در این بازی ها 1480 دوش را به سود تیم خود به دست آورد. تیم ملی زیر 19 سالگان کرکت کشور توانست در رقابت های جام آسیا زیر 19 سالگان مقام سوم را به دست بیاورد. این ملی پوشان کشور در مرحله گروهی این رقابت ها فاتح دور قبل این رقابت ها پاکستان را با تفاوت 5 وکت شکست بدن و راهی مرحله بعد این رقابت ها شوند. جام حذفی اسپانیا در شرایطی که بازی بارسلونا با پیروزی 7-0 مقابل هرکولز به مرحله 1/8 نهایی رقابت های کوپا دل ری صعود کرد. در این دیدار لویس انریکه به بیشترین بازیکنان اصلیش استراحت داد. با این وجود آبی و آناری ها توانستند به یک پیروزی پرگل دست پیدا کنند و راهی مرحله بعدی شوند. برای آگاه شدن از تازه ترین رویدادهای افغانستان و دیگر کشورهای جهان به 4-5-8 به تماس شوید و سپس کلید 1 را 3 بار فشار دهید. خدا نگهدار.